بخش 24 کتاب شاه کشتار نکرد. دوستان رسیدیم به اینجا که به دنبال فضای باز سیاسی که توسط شخص خود اعلی حضرت از اواخر سال 1355 در ایران شروع می شود و شاه سیاست فضای باز سیاسی را به اجرا گذارد، به تأثیرات مهم این سیاست و اینکه چجوری باعث میشه که جامعه ایران به انقلاب نزدیک بشه و چجوری این سیاست باعث سقوط رژیم شاه شد پرداختیم و رسیدیم از دیشب رسیدیم به اپوزیسیون، مخالفین رژیم شاه، اپوزیسیون رژیم شاه. اونا واکنششون در نسبت به فضای باز سیاسی جدید که به وجود آمده چرتش. گفتیم که در ابتدا خیلی جدی نمی گرفتن، خیلی باور نمی کردن فضای باز سیاسی که به وجود آمده بود، مطالبی که خود شاه تو سخنرانیاش می گفت. اما خب به هر حال اپوزیسیون هم تو اون جامعه داره زندگی میکنه و داره میبینه که زندانیان سیاسی چه کسانی دارن یکی یکی آزاد میشن، باور نکردنی. و گفتیم که یکی از واکنشاشون این بودش که دور هم دیگه جمع میشدن، حالا در باقی یکی از دوستان یا در حرم حضرت عبدالعظیم به مناسبت عید فطر، عید قربان یا مراسم دیگر و سخنرانی بود اینها. این یه واکنششون بود. این رو هم گفتیم که در سال 56 دو فوت مهم اتفاق میفته. در خرداد ماه دکتر علی شریعتی فوت میشه، در آبان ماه حاج آقا مصطفی خمینی فوت میشه و گفتیم که اپوزیسیون، مردم اپوزیسیون همه میگفتن که اینا شهید شدن، اینا رو رژیم شاه کشته و بزرگداشت‌هایی که برای اینها به خصوص برای شریعتی تقریبا توی همه شهرهای بزرگ برای شریعتی مجلس مراسم بزرگداشت برگزار شد، در دانشگاه همینطور و خب سخنران ها دیگه بیبارتر شده بودن، جسارتشون بیشتر شده بود، مطالبشون تندتر شده بود چون میدیدن که شوخ شوخ میسکی کسی باهاشون کاری نداره و هرچی بگن ظاهرن کسی به من احضارشون نمی کنن، نمیریزن بگیرنشون. اینها یکی از واکنش های اپوزیسیون گفتیم که نوشتن نامه های سرگشاده بود. همونطور که انتظار میرفت بیشترین اثرگذاری یا اثر بخشی فضای باز سیاسی در میان اپوزیسیون بود، مخالفین شاه. اگرچه بسیاری از آنان به آن سیاست باوری نداشتند، یعنی باورشون نمیشد بعد از 15 سال، بعد از 25 سال از کودتای 28 خرداد به این ور که کسی نفس نمیتونسته بکشه، باورشون نمیشدش که دارن سخنرانی میکنن، دارن نمیدونم چه میکنن و رژیم هم باشون کاری نداره. بنابراین از اوائل سال 56 تحرکات، تماسا و گفتگوهایی میان مخالفین رژیم شاه شروع شد که با توجه به فضایی که در کشور به وجود آمده یه حرکتی بکنیم. البته بسیاری از آنان نسبت به رژیم شاه بعد از 25 سال سرکوب و خفقان آنقدر بی‌اعتماد و بدبین شده بودند که باور نمی کردن که یک تغییرات جدی به وجود آمده باشه.
حتی برخی از چهره های اپوزیسیون تردید میکردن، شک داشتن، میگفتن که ای بسا این ممکنه یه دامی باشه، یه فریبی باشه از سوی ساواک که ببینن که کیا آمدن توی کاروان سراسنگی منفوس جمع شدن تو اون باغ، کیا آمدن توی حرم حضرت عبدالعظیم جمع شدن، کیا آمدن تو اون مجلس که برای سخنرانی دکتر علی شریعتی تو مشهد برپا شده بود، اینا رو شناسایی بکنن و دستگیر بکنن و اینها. خیلی هاشون واقعا اینجوری فکر میکردن، باور نمیکردن که مثلا بشه این کارا رو در ایران انجام داد. بحث‌های فراوان، سرانجام سه تن از برجسته‌ترین چهره‌های اپوزیسیون که در این حال از رهبران جبهه ملی ایران هم بودند، مرحوم دکتر کریم سنجابی، مرحوم دکتر شاهپور بختیار و مرحوم دکتر داریوش فروهر، در 22 خرداد 56 نامه سرگشاده خطاب به شاه می نویسند. البته من یه توضیح هم بدم که چرا این سه نفر. من تحقیقات خیلی زیادی راجع به این حوادث و رویدادها کردم. قرار بود که این نامه رو خیلی بیش از این سه نفر که نامشون آمده بنویسند، اما اختلاف افتاد و نهایتا همین سه نفر نوشتن. علت اختلاف هم این بودش که دو تا نگاه وجود داشت در نسبت به نوشتن این نامه. یه نگاه توسط مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود که برای اینکه ترس بریزه، برای اینکه خفقان رو بشکونیم، برای اینکه آدم های بیشتری جرأت کنن بیان به میدان، حالا که به نظر میرسه میشه آمد به میدان، باید هرچه بیشتر زیر این نامه رو امضا بکنن. یک. دو، اگر رژیم شاه بخواهد دستگیر بکند، بذارید تعداد خیلی بیشتری باشن، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر زیرش امضا بکنن، که وقتی دستگیر میکنن 50 نفر دستگیر بکنن، مثلا تأثیرش، ایمپکتش، ضربش خیلی بیشتر میشه. و ای بسا نکنن وقتی میبینن که باید 50 نفر دستگیر بکنن، بیرد مثلا 2-3 نفر باشن و ممکنه تصمیم بگیرن که دستگیر بکنن. بنابراین صحبت ها به جای نمیرسه، توافق صورت نمیگیره. مرحوم داریوش فروهر قبول نمیکنه که تعداد زیاد باشن. استدلال داریوش فروهر این بوده که کسانی باید زیر این نامه سرگشاده رو امضا بکنن که یک اعتبار اجتماعی داشته باشن. بگو هر کسی که نمیشه بیاد زیر این نامه رو امضا بکنه. کسانی باید زیر این نامه رو امضا بکنن که باید اعتبار اجتماعی داشته باشن، اعتبار سیاسی داشته باشن، چهره شناخته شده ای برای مردم باشن. بنابراین اینم استدلال مرحوم فروهر بود و نهایتا هم به توافق نمیرسند و در حقیقت همون سه نفر فقط امضا میکنند. اما نامه، در حالی که شاه و سران رژیم تبلیغ میکردند که ایران جهش خارق العاده ای کرده، پیشرفت های خارق العاده ای کرده، یک شب ره 100 ساله ایران رفته، ایران در آستانه ورود به دروازه های تمدن بزرگ قرار گرفته و پیشرفت های ایران
موجب حسادت و دشمنی غربی ها شده. رژیم شاه داشت اینا رو میگفت شبانه روز. این سه نفر، این رهبران جبهه ملی، توی نامه سرگشاده شون که خطاب به شخص اعلی حضرت هم بوده می نویسن که، نقل قول دارم براتون می خونم: تمام امور مملکت، انتخاب نمایندگان مجلس، انشاء قوانین در کف اراده و اقتدار شخصی اعلی حضرت قرار دارد. حاصل تمام این اوضاع، این اوضاعی که همه چیز زیر نظر اعلی حضرت است، حاصل تمام این اوضاع نارضایتی و ناامیدی، سرخوردگی عمومی بسیاری از اقشار و لایه‌های مردم، ترک وطن، خروج سرمایه‌ها، عصیان نسل جوان کشور شده، نسلی که عاشقانه داوطلب زندان، شکنجه و مرگ هستند. میدونیم چیا رو دارم میگن، شریکای فدایی خلق، مجاهدین، اینا رو دارم میگن، در حالی که حکومت آنها را خرابکار و خائن مینامد. این همه ناملایمات، این همه ناملایمات اعلی حضرت به واسطه حکومت برخلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. حکومت فردی و استبدادی که به نام نظام شاهنشاهی صورت می‌گیرد. نامه یه نامه تاریخی هستش دیگه، تو بسیاری از کتب که حالا در مورد انقلاب نوشته شده این نامه هستش. تو خود کتاب هم، تو خود کتاب شاه کشتار نکرد هم رفرنس نامه اومده. خب بذارید حدس بزنید که در خرداد سال 56 این نامه چجوری بوده، تو چه فضای این نامه به اصطلاح میاد بیرون. مهمتر از مفاد و محتویات نامه این بودش که این نامه برای اولین بار بعد از 25 سال شاه رو مسبب به همه مصیبت ها، سرخوردگی ها، نابسامانی ها، مشکلات و نابسامانی های کشور قرار داده بود. به علاوه مطلب مهم دیگر این نامه این بودش که حکومت استبدادی و دیکتاتوری اعلی حضرت را مسبب همه بدبختی ها و مشکلات کشور اعلام کرده بود. این نامه دست به دست می شد، یعنی آدم ها این ورانوره نگاه میکردن و وقتی مطمئن میشدن مثلا کسی نیست، ساواکی، پلیسی، جاندارمی، نمیدونم کسی نیست، یواش از جیب بغلش دهن میورد میگفت نامه رو دیدی؟ نامه رو خوندی؟ اصلا یه شاهکار بود این نامه در اون مقطع. آقای امیر عباس هویدا در تلویزیون داشته یه سخنرانی میکرده، پاسخ اون نامه رو غیر مستقیم میده. مخالفان و منتقدین اعلی حضرت را و حکومت شاهنشاهی ایران را لوبتک های مزهک
لعبتک های مضحک خنددار و وابسته به بیگانگان میخوانند که به اشاره اربابان خارجیشان به حرکت در آمدند. سخنان آقای مرحوم امیرعباس عویدا به نقل از کیهان 25 خرداد سال 56 دیگه مشخص. اینا رو به کی داره میگه دیگه؟ اینا رو در پاسخ به اون سه نفر، اون نامه سرگشاده رهبران جبهه ملی داره میگه. یک هفته بعد علی اصغر حادثه جوادی، یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان و روشنفکران ایران و یکی از برجسته‌ترین منتقدین حکومت شاه، در یک کیفرخواست 10 صفحه‌ای، چون چیز هم بوده، وکیل من، وکیل دادگستری هم بوده علی اصغر حادثه جوادی، یک کیفرخواست 10 صفحه‌ای علیه امیرعباس هویدا وزیر دربار می نویسه به اتهام توهین علیه نخست وزیر و هویدا رو و علیه هویدا اعلام جرم میکنه. ایشون در کیفرخواستش از هویدا میپرسه که چگونه است که هر کس در ایران خواهان احترام به قانون، حقوق بشر، موقوف شدن شکنجه، آزادی سیاسی، محاکمات علنی، این که متهمین سیاسی علنی محاکمه بشن و این که افراد فاسد و وطن فروش فساد کردن، دزدی کردن، از مقامات عالیه کشور به اصطلاح کنار گذارده بشن، چرا به جای پاسخگویی به چنین نامه‌ای، به چنین خواسته‌ای، بلافاصله از جانب مقامات عالیه مملکت متهم به نوکری و وابستگی به بیگانگان و لوبتک‌های خارجی‌ها خوانده می‌شوند؟ این در حقیقت متن کیفرخواستی بوده که آقای علی اصغر حادثه جوادی علیه امیرعباس هویدا میده به دادگستری. متن این رو میتونید در کتاب آقای غلامرضا نجاتی جلد دومش، اسناد مداری که آقای غلامرضا نجاتی به عنوان نهضت ملی ایران جمع کرده، سال 73 این مجموعه آثار منتشر شده، صفحه 15-31 میتونید این رو در حقیقت از اونجا من برداشتم آوردم. کیفرخواست که آقای علی اصغر حادثه جوادی تنظیم میکنه علیه امیرعباس هویدا واقعا بی سابقه بوده، هم از نظر حقوقی، هم از نظر افکار عمومی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی. بعد نوبت به کانون نویسندگان ایران میرسد. 40 تن از برجسته ترین نویسندگان، شاعران و هنرمندان که شماری از آنها به تازگی از زندان آزاد شده و آثارشان غیر قانونی بودند، در 23 خرداد ماه نامه سرگشاده‌ای خطاب به امیرعباس هویدا می نویسند. البته به شاه نمی نویسند، شاه رو مخاطب قرار نمی دن، ولی اگرچه که به هویدا رو مخاطب قرار میدهند، خب هویدا هم در خرداد 56 همچنان نخست وزیره و دو ماه بعدش، یعنی مرداد ماه هستش که جمشید آموزگار میشه نخست وزیر و به تعبیری میشه گفت مثلا مقام شماره 2.
قانون نویسندگان در نامه سرگشاده شون به هویدا می نویسند که نقل قول از نامه قانون نویسندگان: محدودیت ها، فشار ها و سایر عوامل بازدارنده‌ای که در برابر خلاقیت فکری و هنری وجود دارند نه تنها ناشی از مقررات و ضوابط قانونی و دموکراتیک نیست، بلکه به دلخواه دستگاه‌ها و اشخاص مختلف و ناشی از بی‌اعتنایی آنها به قوانین رسمی و آزادی‌های انسان است. با توجه به قانون اساسی که معرف نظام دموکراسی و مشروطه کشور است و نگاهی به وضع موجود اجرای قانون در کشور، به جرأت میتوان ادعا کرد که از مدت‌ها پیش کلیه موادی از قانون اساسی که ضامن صیانت و تقویت ریشه‌های اصلی انگیزه‌ها و محرک‌های فرهنگی و خلاقیت فکری و رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه است، توسط دولت و سازمان‌های تابعه آن به حال تعلیق و تعطیل درآمده. در آخر نامه، اعضای کانون نویسندگان ایران خواهان ثبت قانونی اساسنامه کانون به عنوان یک اتحادیه صنفی شده و اشاره می نمایند که تقاضای تأسیس کانون از سال 1347 مطرح شده، یعنی 9 سال پیش، اما تا کنون هیچ پاسخ رسمی از سوی مقامات رسمی کشور به کانون داده نشده. یعنی میگن آقا چون ما 9 سال پیش نامه رسمی نوشتیم، تقاضا کردیم که کانون نویسندگان ایران به عنوان یک نهاد صنفی به رسمیت شناخته بشه، ولی متاسفانه از سال 47 تا الان که 9 سال میگذره هیچ پاسخی به ما داده نشده. در تیر ماه کانون نویسندگان نامه دیگری خطاب به نخست وزیر نوشته و در مقام پیگیری مجدد خواسته هایش برمی آید. ببینید خیلی جالبه، الان میتونیم بفهمیم که چجوری اوضاع عوض شده، فضای ایران عوض شده. ببینید کانون نویسندگان سال 47 تقاضای تأسیس کرده که کانون نویسندگان از سوی دولت، از سوی حکومت به رسمیت شناخته بشه و هیچ پاسخ بهش ندادن و تو این 9 سال کانون هیچی نگفته. اما در فاصله خرداد ماه و تیر ماه دو بار کانون رسما نامه نوشته. یعنی نشون میده که فضا عوض شده. یک ماه بعد از نامه کانون نویسندگان، 65 تن از وکلای سرشناس دادگستری در تلگرامی به دفتر مخصوص شاهنشاهی و رئیس مجلس شورای ملی خواهان تثبیت و به رسمیت شناخته شدن استقلال قوه قضاییه از جانب قوه مجریه و مراکز قدرت می شوند. مراکز قدرت هم که دیگه مثلا سازمان اطلاعات امنیت کشور دارن میگن، دیگه ساواک دارن میگن در حقیقت، چون عملا ساواک بودش که در حقیقت میگفتش که این فرد چند سال محکومیت پیدا کنه، اون فرد چند سال محکومیت پیدا کنه و دادگاه ها عملا فقط مجریه دستورات سازمان اطلاعات و امنیت کشور بودن.
65 تن وکلای سرشناس دادگستری در تلگرامشون به خصوص بالاخص به دخالت دولت در احکام دادگاه ها و تعیین تکلیف برای دادگاه ها و قضات اعتراض میکنند. از آنجا که حسب ظاهرش ساواک زیر نظر نخست وزیر می بود، چون ببینید از سلسله مراتب حکومتی نخست وزیر یکی از نهادها و یکی از سازمانهای تابعه نخست وزیری سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود، در حقیقت تیمسار نصیری که حالا تبعید شد به پاکستان در حقیقت معاون نخست وزیر بود، یعنی معاون امیرعباس هویدا بود. اما همه می دونستن که آخرین کسی که خبر داره که در سازمان اطلاعات و امنیت کشور چی میگذره امیرعباس هویدا نخست وزیر بود، یعنی آخرین کسی که خبر داشت که تو ساواک چی میگذره رئیس ساواک بود. بنابراین واضح هستش که این وکلا مقصودشون ساواک هست و این که میگن که نهادهای دولتی دخالت میکنن، نهادهای امنیتی دخالت میکنن در بریدن حبس برای زندانیان سیاسی، مقصودشون ساواک هست، اگرچه مستقیما از ساواک نام نمیبرن. چند هفته بعد 55 تن از قضات عالی رتبه دادگستری در نامه سرگشاده‌ای به رئیس دیوان عالی کشور همان موضوع خدشه‌دار شدن استقلال قوه قضاییه توسط قوه مجریه را مطرح کرده و خواهان به رسمیت شناخته شدن استقلال قوه قضاییه از جانب دولت می شوند. ببینید مثل سیل حالا دیگه را افتاده. در آوان ماه 60 تن از چهره های ملی مذهبی و نزدیک به نهضت آزادی در نامه سرگشاده‌ای به نخست وزیر خواهان اجرای قانون اساسی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی، انحلال مجلسین شورا و سنا، برگزاری انتخابات آزاد، استقلال قوه قضاییه و مجازات قانونی کلیه متجاوزین به حقوق اساسی و منافع مردم می شوند. که این رو من به نقل از اسناد نهضت آزادی ایران جلد نهم سال انتشار 1362 صفحات 211 تا 219 براتون آوردم. در آذر ماه در جریان نوشتن نامه‌های سرگشاده اعتراضی یک تحول مهم اتفاق می‌افتد. نامه‌های سرگشاده که تاکنون نوشته می‌شدند عمدتاً در برگیرنده افراد همفکر و هم نظر می‌شدند. جبهه ملی چیا، نهضت آزادی چیا، قانون نویسندگان، وکلای دادگستری که همدیگر رو میشناختند، قضاتی که باز همدیگر رو میشناختند. اما این بار جمع قابل توجهی از روشنفکران، نویسندگان، حقوقدانان، اساتید دانشگاه، چهره های ملی مذهبی، چهره های غیر مذهبی، روحانیون و حتی برخی از نظامیان بازنشسته رژیم شاه که منتقد رژیم شاه بودند هم این نامه سرگشاده رو که در آذر ماه منتشر شد رو زیرش امضا میکنن. نام خطاب به نخست وزیر بود و آشکارا گفتگوها و بحث‌های زیادی میان امضا کنندگان به منظور تنظیمش صورت گرفته بود. معلوم بود که خیلی بحث و گفتگو شده بوده. منم با یک سری از کسانی که زیر نامه رو امضا کردن صحبت کردم، هفته ها در مورد انشاء این نامه، جملاتش، مطالبی که باید مطرح بشه
بحث و گفتگو کردن. اما معمار آن نامه مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود و امضا کنندگان آن همانطور که گفتیم در برگیرنده طیف گسترده و در عین حال نامتجانسی می‌گردید. برخیشون رو من اینجا براتون آوردم. آیت الله سید ابوالفضل زنجانی که یکی از روحانیون سرشناسی بودش که از زمان ملی شدن نفت با دکتر مصدق اینها بود و اینها، سرکار خانوم دکتر هما ناطق که زندگیات هما ناطق چند سال پیش این بانوی بزرگوار فوت شدن. خانم هما ناطق نویسنده بودن، البته چپ بودن، چپگرا بودن، تمایلات مارکسیستی داشتن، در این حال استاد دانشگاه بودن. مرحوم دکتر نورعلی تابنده، همین نورعلی تابنده که این یکی دو سال اخیر این داستان ها در مورد دراویش گنابادی مطرح شده بود و هنوز هم یه تعدادی از دراویش گنابادی در زندان هستن. فریدون آدمیت، نویسنده و مورخ بسیار سرشناس و ارجمند تاریخ قاجار. تیمسار علی اصغر مسعودی، تیمسار علی اصغر مسعودی از فرماندهان بازنشسته بود که در این حال منتقد رژیم شاه هم می بود و شاید یکی از دلایلی که تیمسار علی اصغر مسعودی رو بازنشست کرده بودن این بودش که متوجه شده بودن که یه انتقاداتی نسبت به اعلی حضرت داره. دکتر ناصر پاکدامن نمیدونم هنوز در قید حیات هستند یا نه، اگر هستن خداوند بهشون طول عمر بدهد، اگر مرحوم شدن خداوند ایشان را بیامرزد. دکتر ناصر پاکدامن استاد اقتصاد بودن، ایشون هم چپگرا بودن، ولی یکی از برجسته ترین چهره های آکادمیک دانشگاهی ایران بودن. منوچهر هزارخانی که میشناسیم ایشون رو روشنفکر و چپگرا بودن. دکتر اسدالله مبشری، ایشون حقوقدان بودن، مدتی هم در دولت آقای دکتر علی امینی بودن، از قضات و حقوقدانان بسیار پاکدامن و برجسته بودن. دکتر حسن نزی حقوقدان، دکتر حبیب‌الله پیمان ملی مذهبی که میشناسیمشون، دکتر رحیم آبدی، ایشون هم ملی مذهبی بودن ولی بیشتر به چهره ملی نزدیک بودن، استاد دانشگاه تهران بودن. دکتر هدایت الله متین دفتری که ایشون خواهرزاده مرحوم دکتر مصدق بودن، ایشون هم حقوقدان بودن و نزدیک به چهره ملی بودن. دکتر عبدالکریم لاهیجی، دیگه از حرمان شمس، دیگه دکتر عبدالکریم لاهیجی معروف، ایشون هم حقوقدان بودن. دکتر کریم سنجابی معروف، مهندس مهدی بازرگان، نیاز به معرفی ندارن. و یک دو جین چهره های شناخته شده دیگر اون نامه رو امضا کردن. ببینید مفاد این نامه ها حالا یواش یواش خیلی با هم دیگه تفاوتی ندارن، بعضیشون خود تندترن، بعضیشون خود کندترن، اما چیزی که مهمه این استش که این نامه ها داره نوشته میشه. ببینید دیگه شمردم براتون دیگه، شما فقط نگاه کنید که مثلا از خرداد ماه که مال اون سه نفر شروع میشه تا مثلا چند ماه بعدش چه تعدادی از این نامه های سرگشاده نوشته میشه. در این حال یه اتفاقی که میفته توی سال 56 این هستش که یه سری عواملی که باید بگیم که مال ساواک بودن، یعنی نمیشه قبول کنیم که مثلا دستگاه دیگری جرأت یه همچی کاری رو میتونسته داشته باشه. تنها سازمانی که تنها نهادی که میتونست یه جرأت داشته همچی کاری رو بکنه ساواک بوده.
اونم این بودش که برخی چهره های سیاسی رو میرو بودن و اینها رو میوردن خارج از تهران با اتومبیل و اینها رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن و اینها رو مثلا له و لبرده یا حالا همونجا مینداختنشون یا مثلا میمدن در یه جایی در تهران مینداختنشون و میرفتن. در اعتراض به این ضرب و شتم ها بود که هیچ ارگانی هم اینا رو قبول نمی کرد، که باز یه سری نامه سرگشاده هم در اعتراض به این ضرب و شتم ها صورت گرفت که عرض کردم این چهره ها رو می بردن و مضروب می کردن اینا. بالاخره معلوم نشدش که کدوم سازمان، کدوم تشکیلات این کار رو انجام داده، ولی دو تا چهار تا که آدم میکنه به جز ساواک هیچ دستگاه دیگری نمیتونست این کارو بکنه. این که بیاد مثلا یه چهره روشنفکر یا یه چهره سرشناس اپوزیسیون رو مثلا برواین، مضروبش بکنن مثلا با چه میدونم مشت و لغت و اینها و بعدم مثلا گوشه خیابون یه چهره رهاش بکنن اینها. تحول بعدی که در نتیجه تغییر فضای باز سیاسی در ایران به وجود آمد، تجدید فعالیت احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی صنفی بود که باز اینا بعد از سال‌ها سکوت مجدداً شروع به فعالیت کرده بودند. در خرداد ماه خدمتتون عرض کردم کانون نویسندگان ایران بعد از نوشتن نامه به نخست وزیر منتظر پاسخ نمانده و رسماً فعالیتاشون از سر گرفتن. یعنی ببینید بعضیشون دیگه مثلا کانون نویسندگان دیگه ننشست و ببینید که مثلا نخست‌وزیر جواب بده و بگن که بله شما میتونید برنامه هاتون حالا هرچی هست رو اجرا بکنید، گرد همایی اگه دارید اینها، نه اصلا منتظر جواب پاسخ حکومت، نخست‌وزیری، ارشاد، غیره ننشستن و برنامه هاشون رو هر کاری که میخواستن بکنن رو عملا شروع کردن، که مهمترینش عرض کردم همون ده شب معروف بود که یکی پس از دیگری ده ها روشنفکر نویسنده مال کانون نویسندگان که گفتم خیلی هاشون به تازگی از زندان آزاد شده بودن بعد از اینکه سالها نه خودشون اجازه داشتن سخنرانی بکنن، نه آثارشون اجازه پخش و انتشار در ایران داشت، حالا تو روز روشن، یعنی درست‌تر بگم تو شب روشن آمدند و اون سخنرانی ها و به اصطلاح حرفا رو زدند. در تیر ماه جمعیت حقوقدانان ایران با بیش از 150 وکیل دادگستری به رهبری آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، همین آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که امروزه در حقیقت یکی از بزرگترین مخالفین جمهوری اسلامی است، اعلام موجودیت نمود. جمعیت هدف خودش رو اجرای قانون اساسی، تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و استقلال قوه قضاییه اعلام نمود. تشکیلات صنفی بعدی عبارت بودند از کانون وکلای ایران به ریاست آقای حسن نزی، که کانون وکلای مستقل ایران هم در تیر ماه با نوشتن نامه به دفتر مخصوص شاه و مجلس شورای ملی تقاضای فعالیت قانونی نمودند. باز این کانون وکلای مستقل ایران هم، اینا هم باز مثل کانون نویسندگان، مثل سایر تشکل‌هایی که حالا یکی پس از دیگری دارن اعلام وجود میکنن، در نیمه اول سال 1356 کانون هم در سال 1332 تشکیل شده بود
اما بعد از کودتای 28 مرداد باز مثل بسیاری از تشکل‌های صنفی و سیاسی و غیره تعطیل میشه. این تشکل‌ها بیشتر مدنی یا صنفی بودند. مثلا کانون نویسندگان خب واقعا یه حزب نبود، یه جریان سیاسی نبود. جمعیت حقوقدانان ایران به رهبری آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی و همکارانشان یه حزب سیاسی نبود. کانون وکلای ایران به رهبری آقای حسن نزی، همه اینها احزاب و تشکل‌های سیاسی نبودند، بلکه تشکل‌های صنفی بودند که بعضاً مثل کانون نویسندگان سالها قبل تقاضای رسمیت کرده بودند که حکومت بهشون اجازه رسمی به اصطلاح تأسیس بده که حکومت نداده بود. و حالا الان فضای سیاسی که به وجود آمده بود یکی پس از دیگری داشتن میشه گفتند و اعلام موجودیت میکردن و همونطور که خدمتتونم عرض کردم بعد از اعلام موجودیتشون نامه دادن به مسئولین حکومتی منتظر جواب نمی نشستن و اعلامیه می دادن که مثلا ما این برنامه رو داریم، اون برنامه رو داریم، این گرده همایی رو داریم، اون گرده همایی رو داریم و کار خودشون رو می بردن به جلو که انهو رسمیتشون از جانب حکومت تأیید شده، یعنی حکومت بهشون مجوز داده. اما حالا به تدریج نوبت به تشکل‌های سیاسی میرسه. از اوائل سال 56 حزب توده ایران با همت شماری از توده‌های قدیمی فعالیت خودشون رو در تهران، رشت، اصفهان و تبریز، حالا جاهای دیگه هم بوده اما تهران و رشت و اصفهان و تبریز توده یا تعدادشون هم بیشتر بود، هم این که بسه شروع کردن نشریات مخفیانه منتشر کردن. مهمترین نشریه‌ای که حزب توده در نیمه اول سال 56 در اون فضا منتشر نمود نامه مردم بود. البته به صورت منظم چاپ نمی شد، در ابتدا مثلا هفته یه بار یا هفته دو بار، اما به تدریج به اواسط 56 که داریم نزدیک میشیم نامه مردم داره حالا منظمن چاپ میشه. در آبان ماه جبهه ملی ایران پس از 15 سال سکوت با انتشار اعلامیه فعالیت خود را رسما آغاز میکنند. توی اعلامیه جبهه ملی جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران و دو حزب ایران و ملت ایران که تشکیل دهندگان جبهه ملی بودن هم تو اون اعلامیه رسمی جبهه ملی وجود دارن. بعد نوبت به نهضت آزادی ایران میرسد. از اونجا که نهضت آزادی ایران رسماً غیر قانونی اعلام شده بود، طرفداران نهضت آزادی که عمدتاً شامل بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی در آمریکا می‌شدند، در اواخر آبان ماه با صدور اعلامیه‌ای
آغاز به کار خودشون رو رسما اعلام کردن. در آذر ماه جمعیتی به نام نهضت رادیکال ایران به رهبری رحمت الله مقدم مراغعی که از حقوقدانان برجسته آذربایجان و منتقد رژیم می بود و در آذربایجان بلخص در تبریز طرفداران قابل توجهی داشت، آقای رحمت الله مقدم مراغعی اعلام موجودیت نمود. ببینید دوستان، ببینید عزیزان، برنامه امشبمون یه مقداری طولانی شد ولی اشکالی نداره، اشکالی نداره. امشب من خیلی صحبت کردم ولی مال امشب خیلی مهم بود. میدونید چرا؟ برای اینکه بعد از انقلاب خیلی نفرین ناله نثار من شده و امثال من که شما روشن فکرها باعث بدبختی ما شدین، شما آقای زیبا کلام گناه شما از همه بیشتره و خسلا هازا. من مخصوصا برنامه امشب رو طولانی تر کردم که دوستان من، عزیزان من، به خصوص نسل جوان، دهه شصتیا، دهه هفتادیا، دهه هشتادیا که نبودید در انقلاب و بعد از انقلاب متولد شدید، عزیزان من، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، یه نکته رو باید بفهمید، درک بکنید، متوجه بشید. ما اونم اینه که وقتی فضای سیاسی باز شد، همه ابراز مخالفت با اعلیحضرت کردند، با رژیم شاهنشاهی کردند. آقا بابا برای یه بارم که شده به جای فوش دادن، به جای نفرین ناله کردن، بپرسید از خودتون که آقا این رژیم چه می کرد. آقای زیبا کلام، باشه ما شما رو نفرین می کنیم ولی بعد از نفرین نالمون یه دو کلمه به ما بگو آخه این رژیم مگه چی بود؟ این رژیم اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامه، بزرگ ارتشداران، مگه سیاستاش چجوری بود که وقتی یه مقداری فضا باز می شود و نمی ترسندی که آدم ها از رژیم شاه، از ساواکش، از گرفتنش، از زدنش، از بستنش، از اوینش نمی ترسند، اینجوری همه اومدن دارن باهاش مخالفت میکنن. بابا به جای نفرین ناله کردن اینا رو برین متوجه بشین. شاید سخنی به اغراق نرفته باشد اگر گفته شود که بسیاری از تغییر و تحولات سال 56، عزیزان من، نسل بعد از انقلاب، نسل‌های بعد از انقلاب یک طرف و برگزاری مراسم شبهای شهرخانی در انجمن فرهنگی ایران و آلمان که از سوی کانون نویسندگان ایران برگزار گردید یک طرف، از روز دوشنبه 18 مهر ماه 56 تا 27 مهر هر شب به مدت چند ساعت تعدادی از معروفترین شعرا و نویسندگان ایران که عرض کردم خیلی هاشون به تازگی از زندان آزاد شده بودند یا از زندان در زندان نبودند ولی مهر سکوت مجبور بودند بر لب داشته باشند، حالا در انجمن فرهنگی ایران و آلمان که انستیتوی گوته بود به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند. یعنی بعد از 5 سال، 6 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال مهر سکوت شکسته شده و دارن در ملأ عام صحبت و سخنرانی میکنن. اولین و مهمترین نکته پیرامون سخنرانان، اینم خدمتتون عرض بکنم که تمام سخنرانی‌های اون 10 شب معروف و تاریخی این چاپ شده، اگر اشتباه نکنم انتشارات امیرکبیر تحت عنوان 10 شب سخنرانی‌های اون شب رو تا
تمامش رو تا حالا چه سخنرانی کردن، چه شعر خوندن، چه تجزیه و تحلیل داشتن در مورد ادبیات و فرهنگ و هنر و غیره، اینا این چاپ شده و بد نیست، ضرر نمی کنه یه نگاهی به این چیزا داشته باشین که بتونید بشناسید، بتونید مملکتتون و جامعتون و تاریختون رو درک بکنید. اولین و مهمترین نکته پیرامون سخنرانان آن بود که بسیاری از آنان، اگر نگفته باشیم همه‌شان، در زمره شعرا و نویسندگانی بودند که آثارشان از سوی مقامات رژیم شاهنشاهی ممنوع اعلام شده بود. علاوه همونطور که خدمتون اشاره کردم، بسیاری از آنان جز زندانیان سیاسی بودند که به تازگی از زندان آزاد شده بودند، اما آثارشان همچنان ممنوع بود و بالاخره باید به استقبال حیرت انگیز و باور نکردنی دانشجویان و جوانان اشاره کرد. دوستان این جمله رو گوش بدین: استقبال جمعیتی که گفتم علل اغلب دانشجو و جوان بودند، آنقدر زیاد بود که برگزار کنندگان مجبور شدند بیرون از ساختمان گوته سیم کشی کرده و بلندگو نصب کنند. بذارید برای اینکه شما بشناسید گذشتتون رو، برخی از سخنرانان رو من نام ببرم. از جمله سخنرانان، نویسندگان، روشنفکران و شعرهایی که اومدن صحبت کردن عبارت بودند از سیمین دانشور. خوب گوش بدین این اسامی را: مهدی اخوان سالس، منصور اوجی، منوچهر هزار خانی، نعمت الله میرزاده، عمران صلاحی، شمس آل احمد، بهرام بیزایی، طاهره صفوارزاده، غلام حسین ساعدی، هوشنگ ابتهاج، باقر مؤمنی، سعید سلطانپور، علی موسوی گرمارودی، هوشنگ گلشیری، سیاوش کسرایی، فریدون مشیری، اسلام کاظمیه، داریوش آشوری، علی باباچاهی، نصرت رحمانی، باقر پرهام، فریدون تنکابونی، محمود اعتمادزاده به هازین معروف، اسماعیل خویی و شمار دیگری از اهل قلم و نویسندگان برجسته ایران. بازم براتون اسم بخونم: در یک کلام فضای باز سیاسی علارغم همه ناباوری ها و علارغم تمام تیغ و تیشه هایی که اپوزیسیون نثارش می کرد، علارغم این که اومده از ثمراتش داره استفاده می کنه، جامعه ایران رو واقعا تکون داده بود و متحول ساخته بود. به نظر من مهمتر از تظاهرات و اعتراضات خیابانی، مهمتر از حمله کردن به بانک‌ها، سینماها، کاباره‌ها، قمارخونه‌ها و غیره، مهمتر از اینها جنب و جوش و تحرکات سیاسی، اجتماعی و مدنی جامعه ایران بود که پس از ربع قرن خفقان و سرکوب، حالا مخالفین به نحو باور نکردنی مجال تنفس پیدا کرده بودند. تا اینا رو نفهمیم، تا اینا رو نشناسیم، تا از اینها آگاه نشیم، نمیتونیم بفهمیم که سال 57 چه شد. مجبوریم پناه ببریم به شهر فرنگ و پادشاه جنات، بگیم تو گوادالوپ به شاه گفتن باید بری، گفتن قیمت نفت و بردی بالا، نمیشه دیگه نوبت رفتنت شده. نه، اینا بود. یعنی شما باید از خودتون بپرسین که چی میشه که وقتی فضا باز میشه، فضا آزاد میشه،
جامعه ایران مثل زلزله میلرزه. آخه این اسامی که براتون خوندم که اینا که از کره ماه نیامده بودن، اینا که محصول گوادلوب نبودن، اینا که مال سفارت آمریکا نبودن، اینا که مال چه میدونم MI6 نبودن. با بپرسید ازشون، اونایشون که الان زنده هستن، خیلی هاشون فوت شدن خدا رحمتشون کنه، ولی از اونایشون که زنده هستن بپرسید که آقاشون دردتون چی بود، مشکلتون چی بود، مسئلتون چی بود با رژیم شاه. آقای داریوش آشوری، آقای علی بابا چاهی، آقای نصرت رحمانی، آقای باقر فرهام، آقای فریدون تون کابونی، آقای اسماعیل خویی، حالا صرف نظر از این که پشیمون شدید یا نشدید، مشکلتون چی بود با رژیم شاه؟ چرا رژیم شاه رو پس میزدید؟ و دوستان، این کاریست که نسل جوان ما و حتی نسل گذشتمون، نسل قبل از انقلابمون نمیخوایم بکنیم. ببخشید امشب یه مقداری طولانی شد، سر درد دلم باز شد و ببخشید. خب ما باقی رو میذارم برای شبهای بعدی و شما رو همه رو به خداوند منان می سپارم و ایام همگی به کام باد و شبتون بخیر.